فصل هشتم. پس آنها همه به خانه های خود رفتند، اما عیسی به کوه زیتون رفت و صبح زود باز به معبد آمد و همه مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنان مشغول شد. در این وقت ملایان و فریسیان زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش او آوردند و در وسط برپا داشتند. آنان به او گفتند: ای استاد، این زن را در حین عمل زنا گرفته ایم. موسی در تورات به ما دستور داده است که چنین زنان باید سنگسار شوند، اما تو در این باره چه میگویی؟ آنان از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای اتهام او پیدا کنند. اما عیسی سر به زیر افکن و با انگشت خود روی زمین می نوشت. ولی چون آنان به اصرار به سؤال خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند. عیسی باز سر خود را به زیر افکن و بر زمین می نوشت. وقتی آنها این را شنیدند، از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتند و عیسی تنها با آن زن که در وسط ایستاده بود باقی ماند. عیسی سر خود را بلند کرد و به آن زن گفت: آنها کجا رفتند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ زن گفت: هیچ کسی آقا. عیسی گفت: من هم تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن. عیسی باز به مردم گفت: من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. فریسیان به او گفتند: تو درباره خودت شهادت می‌دهی، پس شهادت تو اعتباری ندارد. عیسی در پاسخ گفت: من حتی اگر بر خود شهادت بدهم، شهادتم معتبر است، زیرا من می‌دانم از کجا آمدم و به کجا می‌روم، ولی شما نمی‌دانید که من از کجا آمدم و به کجا می‌روم. شما از نظر انسانی قضاوت می کنید، ولی من درباره هیچ کس چنین قضاوت نمی کنم. اگر قضاوت هم بکنم، قضاوت من درست است، چون در این کار تنها نیستم، بلکه پدری که مرا فرستاد نیز با من است. در شریعت شما هم نوشته شده است که گواهی دو شاهد معتبر است، یکی خود من هستم که بر خود شهادت می دهم و شاهد دیگر پدری است که مرا فرستاد. به او گفتند: پدر تو کجاست؟ عیسی پاسخ داد: شما نه مرا می شناسید و نه پدر مرا. اگر مرا می شناختید، پدرم را نیز می شناختید. عیسی این سخنان را هنگامی که در بیت المال معبد تعلیم می داد گفت و کسی به طرف او دست دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. باز عیسی به ایشان گفت: من می روم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من می روم نمی توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند: وقتی می گوید به جایی که من می روم شما نمی توانید بیایید، آیا منظورش این است که می خواهد خودش را بکشد؟ عیسی با آنها گفت: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. شما از این جهان هستید، ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدند: تو کی هستی؟ عیسی جواب داد: من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من حق است و من آنچه را که از او میشنوم به جهان اعلام میکنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت میکند. به همین دلیل عیسی با آنان گفت: وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمی کنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن می گویم. فرستنده من با من است، پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت:
اگر مطابق تعالیم من عمل کنید در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. آنها به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهید شد چیست؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانید که هر کسی که گناه میکند برده گناه است و برده همیشه در میان اهل خانه نمیماند، ولی پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعا آزاد خواهید بود. میدانم که شما فرزندان ابراهیم هستید، اما چون سخنان من در دلهای شما جایی ندارد، میخواهید مرا بکشید. من درباره آنچه در حضور پدر دیدم سخن میگویم و شما هم آنچه را از پدر خود آموخته اید انجام میدهید. آنها در پاسخ گفتند: ابراهیم پدر ماست. عیسی به آنها گفت: اگر فرزندان ابراهیم می بودید، اعمال او را به جا می آوردید. ولی حالا می خواهید مرا بکشید، در حالی که من همان کسی هستم که حقیقت را آنچنان که از خدا شنیدم به شما می گویم. ابراهیم چنین کاری نکرد. شما کارهای پدر خود را به جا می آورید. آنها به او گفتند: ما حرامزاده نیستیم، ما یک پدر داریم و آن خود خداست. عیسی به آنها گفت: اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست می داشتید، زیرا من از جانب خدا آمدم و در بین شما هستم. من خودسرانه نیامدم، بلکه او مرا فرستاد. چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید. شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید و آرزوهای پدر خود را به عمل می آورید. او از اول قاتل بود و از راستی بیخبر است، چون در او هیچ راستی نیست. وقتی دروغ می گوید، مطابق سرشت خود رفتار می نماید، زیرا دروغگو و پدر تمام دروغ هاست. اما من چون حقیقت را به شما می گویم، به من ایمان نمی آورید. کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگر من حقیقت را می گویم، چرا به من ایمان نمی آورید؟ کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شما به کلام خدا گوش نمی دهید، چون از خدا نیستید. یهودیان در جواب به او گفتند: آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ عیسی گفت: من دیو ندارم، بلکه به پدر خود احترام می گذارم، ولی شما مرا بی حرمت می سازید. من طالب جلال خود نیستم، کس دیگری است که طالب آن است و او قضاوت می کند. یقین بدانید، اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید، هرگز نخواهد مرد. یهودیان به او گفتند: حالا مطمئن شدیم که تو دیو داری. ابراهیم و همه پیامبران مردن، ولی تو می گویی هر که از تعالیم من اطاعت نماید، هرگز نخواهد مرد. آیا تو از پدر ما ابراهیم و همه پیامبران که مردن بزرگتری؟ فکر می کنی کی هستی؟ عیسی پاسخ داد: اگر من خود را آدم بزرگی بدانم، این بزرگی ارزشی ندارد. آن پدر من است که مرا بزرگی و جلال می بخشد. همان کسی که شما می گویید خدای شماست. شما هیچ وقت او را نشناخته اید، اما من او را می شناسم و اگر بگویم که او را نمی شناسم، مانند شما دروغگو خواهم بود. ولی من او را می شناسم و آنچه می گوید اطاعت می کنم. پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. یهودیان به او گفتند: تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند، ولی او از نظر مردم دور شد و معبد را ترک کرد و رفت.